خبرهای زیادی درباره قانونی شدن همجنس بازی در کشورهای مختلف شنیده میشه. برای بسیاری از مردم جهان سوال‌های مختلفی به وجود اومده. این سوال که آیا همجنس بازی حق مسلمه، شهوته، گناهه یا بیماری روانی؟ چطور شد که در 4-5 سال گذشته همجنس بازی از یک عمل غیر اخلاقی داره به یک عمل عادی تبدیل میشه و برای ترویج اون از سازمان‌های بین‌المللی گرفته تا رسانه‌ها و سازمان‌های مردمی محلی در برخی از مناطق دنیا تلاش می‌کنن. برای این پدیده شنی در غرب از یک کلمه مخفف استفاده میشه، LGBT. LGBT مخفف انواع و حالتهای مختلف همجنس بازیه. این کلمه از حروف اول کلمات لزبیان به معنای همجنس باز زن، گی به معنای همجنس باز مرد، بایسکشوال یعنی انسانی که با هر دو جنس رابطه جنسی داره و ترانسجندر به معنای شخصی که هویت جنسی خود را در تضاد با جنسیت خود میدونه ساخته شده. حالا فکر میکنید امروز LGBT چقدر شیوع پیدا کرده و همه گیر شده؟ همجنس بازی در طول دوران معاصر همواره قبیح و نابهنجار تلقی میشده. در تمام کتاب‌های روانشناسی و پزشکی تمایل به همجنس از اساسی ترین بیماری‌های روانی شناخته میشد. اما به تدریج با قدرتمند شدن جنبش همجنس باز، گروه‌های تحقیقاتی مختلفی شکل گرفت و اونها در بسیاری از نسخه های جدید کتب مرجع پزشکی و روانشناسی همجنس بازی رو امری طبیعی و علمی نشون دادن. همجنس بازان هم برای توجیه و قبح زدایی از این کار شنی از این کتاب ها خیلی استفاده می کنن. این تلاش ها نتیجه هم داشته و امروز از میان افکار عمومی کشورهای جهان مردم کشورهای غربی اصلی ترین موافقان همجنس بازی هستند. در اسپانیا 88%، در آلمان 87%، در کانادا 80%، در جمهوری چک 80%، در فرانسه و انگلیس 77%، در ایتالیا 74% و در نهایت در آمریکا 60%. این آمارها در حالیه که در آمریکای سال 1986 57% از مردم مخالف قانونی شدن همجنس بازی بودند. این مخالفت به تدریج کم شد تا اینکه در سال 2000 تعداد افرادی که طرفدار قانونی شدن همجنس بازی بودند بیشتر شد و امروزه شمار افرادی که موافق قانونی شدن همجنس بازی هستند بیش از دو برابر مخالفینه. در این حال در سال 2001 53% از مردم آمریکا همجنس بازی رو غیر اخلاقی و 40% اخلاقی میدونستند. اما این عقیده هم به سرعت تغییر کرد. در سال 2008 شمار موافقین و مخالفین برابر شد و طبق آمارهای سال 2012 نتیجه برعکس شد. حالا 54% مردم همجنس بازی را اخلاقی میدونن و 42% غیر اخلاقی. در حالی که مردم آمریکا عامل اصلی همجنس بازی را شهوت و هوس میدونستن و بسترساز اونو شیوه غلط تربیت، در دهه اخیر با تبلیغات عامل اصلی این ناهنجاری عوامل مادرزادی و ژنتیکی مطرح شد. در سال 1978 56% از مردم تربیت و محیط رو عامل همجنس بازی میدونستند. اما این عقیده هم به سرعت تغییر کرد. بعد از اینکه در سال 2001 جمعیت این دو گروه برابر شد، اونها کم کم از سال 2008 جلو افتادند. تغییر عقیده مردم در همین جا باقی نماند. در سال 1988 اکثر مردم با ضریب 73% مخالف ازدواج همجنس بازها بودند. اما در سال 2010 جمعیت آنها با موافقان ازدواج همجنس ها برابر شد. در حال حاضر جمعیت موافقان ازدواج همجنس بازها 49% و مخالفین این نوع ازدواج 44% است. برای اینکه نقش رسانه و جو عمومی جامعه را در تغییر عقاید و نظر مردم متوجه بشوید، خوب است بدانید که نسل‌های گذشته بیشتر مخالف ازدواج همجنس بازها هستند و نسل‌های بعدی به طور فزاینده‌ای به طرفداران این نوع ازدواج تبدیل شدند. در میان متولدین سالهای 1928 تا 1945 29% موافق ازدواج همجنس بازها هستند. اما در نسل متولدین 1981 به بعد، یعنی نسل والدین جوانان امروزی، 53% با ازدواج همجنس بازها موافقند. با قدرتمندتر شدن جریان همجنس باز و یارگیری آنها در مجامع حکومتی و قانونگذاری ایالات متحده، حق فرزند خواندگی به همجنس بازها اعطا شد. آمارها نشان می‌دهد فرزند گرفتن زنان همجنس باز از سال 1990 تا 2008 بیش از 22% افزایش داشته و در مورد مردان همجنس باز هم از 5% به 14% افزایش پیدا کرده است. همه اینها نشان دهنده تغییر فاجعه بار افکار مردم درباره همجنس بازی است، طوری که نرخ رشد گرایش به همجنس بازی به سعودی تری روند در روندهای اجتماعی و فرهنگی بدر شده است. اما دلیل این گرایش عجیب به همجنس بازی چیست؟ مهمترین دلیل اشاعه همجنس بازی در جهان قبح زدایی از این عمل بوده.
در دهه گذشته سه نهاد اثرگذار در غرب و خصوصا آمریکا از همجنس بازی که در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع ناپسند و مذموم بوده قفل زدایی کردند. مراکز پژوهشی پزشکی و روانشناسی با تولید و منتشر نمودن تحقیقات همسو با همجنس بازی، گروه های لابی و قانونگذاری در دولت و کنگره با تصویب قانون های حمایتی و رسانه های جمعی، صنعت سینما و تلویزیون، هر کدام از این نهادها به روش خودشان همجنس بازی را عادی کردند. مراکز پژوهشی پزشکی و روانشناسی در دهه گذشته برای اثبات ژنتیکی بودن همجنسبازی تمرکز ویژه‌ای گذاشتند. آنها سعی داشتند ثابت کنند که گرایش‌های همجنسبازی مادرزادی و طبیعی است. کار آنها در توجیه همجنسبازی به جایی رسید که گفتند ژنی به نام ژن همجنسبازی وجود دارد و هر جنینی که این ژن در دی ان ای او باشد به همجنسباز تبدیل می‌شود. این در حالی است که از سال 1991 تا به امروز بیش از 10 پژوهش وسیع علمی و مستند ادعای وجود ژن همجنس بازی را رد کرده است. یکی دیگر از توجیهاتی که برای حمایت از همجنس بازی به کار می رود مسئله ترس از همجنس یا هوموفوبیا است. توجیهی که می گوید آنهایی که مخالف همجنس بازی هستند از همجنس خودشان وحشت دارند و از بیماری هوموفوبیا رنج می برند. اما این مفهوم یک توجیه کاملا غلط است، چون نداشتن تمایل به برقراری رابطه جنسی با همجنس نمی تواند دلیلی برای نشان دادن وحشت از همجنس باشد. در حوزه قانونگذاری لابی‌های قدرتمند یهودی که طبق آمارها 76% از آنها حامی قانونی شدن ازدواج همجنسبازها هستند در کنار نخبگان سیاسی ایالات متحده با لابیگری و فشار بر کنگره و مجلس سنا و خرج مبالغ عظیم در دهه گذشته قوانین زیادی را برای حمایت و عادی سازی همجنسبازی تصویب کردند. قوانین تا جایی پیش رفت که اگر به یک فرد همجنسباز انتقادی کنید باعث محکومیت شما میشه. اگر یک کارمند عادی به رفتار همجنسبازانه همکار منحرف خودش اعتراض کند ممکن است از کار اخراج و به زندان محکوم شود. اما مؤثرترین نهاد در قفل زدایی از همجنسبازی رسانه های جمعی است. در دو دهه گذشته کمپانی ها و مجموعه های سینمایی با یک اصرار عجیب از کاراکترهای همجنسباز در تولیدات خودشان استفاده کردند. کاراکترهایی که همیشه خیلی مهربان، دوست داشتنی و در بسیاری از موارد مظلوم به تصویر کشیده شدند. جریانی که از دهه 70 شکل گرفت و در این زمان گرایش های همجنسبازی کاراکترها عموماً پنهانی بود. اما در دهه 90 گروه های حامی همجنسبازی در کمپانی های فیلمسازی نفوذ کردند و با حمایت های مالیشان همجنسبازها را گروهی در اقلیت و مظلوم نشان دادند. آنها در فیلم ها مخالفت با همجنسبازها را مشابه یهود ستیزی تبلیغ کردند. در دهه 90 7 فیلم با این رویه ساخته شد، اما در دهه بعد بیش از 33 فیلم برای محق نشان دادن آنها تولید شد. کار تا جایی پیش رفت که در سال 2008 در فیلم میلک ساخته گاس ون سانت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد به شامپن داده شد که نقش یک همجنس باز را بازی می‌کرد. پن در این فیلم نقش هاروی میلک نخستین سیاستمدار همجنس باز آمریکایی را بازی می‌کرد. از 2010 تا به امروز صنعت فیلمسازی ایالات متحده بیش از 40 فیلم سینمایی، 9 سریال تلویزیونی و تعداد بسیار زیادی ویدیو موزیک با محوریت همجنس بازی تولید کرده و هر روز تعداد بیشتری از جشنواره‌های بین‌المللی جوایز خودشان را به این کارها می‌دهند و از این جریان حمایت می‌کنند. برخی از تبعاتی که همجنس بازی به دنبال دارد عبارتند از: 1. فروپاشی نظام خانواده. 2. کاهش جمعیت. 3. اشاعه فحشا. 4. اشاعه شهوت سالاری. این تبعات می تواند منجر به فروپاشی یک تمدن شود. در طول تاریخ سه تمدن صدوم، گمورا و پومپی به همجنس بازی شناخته می شوند که همگی آنها به دلیل رواج و شیوع این فعل قبیح و با وجود پیشرفت های اجتماعی و علمی به اذن خداوند نابود شده اند. اما در پایان باید گفت که آگاه سازی مردم ایران، کشورهای اسلامی و دیگر کشورها از چیستی و چرایی جریان همجنس بازی و نشان دادن چهره واقعی و کریه این جنبش مأموریت بسیار مهم فعالان دینی، فرهنگی و اجتماعی است.